يجلوز اس كاسي كاس سوالكر از يجا علمي كاس سوالكر گفت يك سوالي داشت علم گفت يرم ايات نداره گفت پایین شو از جایگاه علمیت يا پایین بشه گفت چرا گفت تو لیاقت یزیر انرکیات نداره چی میکنی که جستاد هستی اینجا نشستگی است بر مردم سخن میگه صحبت میکنه یا خود را عالم گفته گفت ما به اندازه علم خود ترفیع کردیم به اندازه علم خود ما میقدر بلند شدیم اگر به اندازه جهل خود بلند میشدم آنقدر بلند میبینم که مرا دیده نمیتونسته امام مالک رحمه الله نظر سوال می 40 سوال در 36 سوال میگه لا ادری من نمیفهمم ما چی میکنیم ما در 36 سوال میگیم که من میفهمم ادری این قسم است این قسم است دو چهار دیگه ایشون ان شاء الله رقم میشه فردا باز با هم گپ میزنیم هیچ امید توانایی را نداریم که بگیم لا ادری من نمیفهمم من نمیدانم ما علم ما به می حد است یکی از دانشمندان میگه اگر کسی تمام سوالاتون پاسخ داد او دیوانه است او دیوانه هست چی قسم یک انسان میشه جامعه الکمالات باش که در بخش طب پرسان کنی وقت یک دو کلمه اصطلاحات طبی رو برات میگه او هم اشتباه در بخش تجوید پرسان کنی حتما نی خانه پرگندم یک نظر داره در بخش تفسیر پرسان کنی حتما تفسیر زود برات تشریح میکنه تفسیر به چند قسم است او یک جایش اشتباه میکنه در بخش اصطلاحات حدیث ازش پرسان کنی اصطلاحات حدیث وقت برات تشریح میکنه میبینی که یک اصطلاح را یک قسم دیگه برات تشریح میکنه باز شاید دوج کافرتون بکشه این نمیشه که ما در هر بخش ما در هر کس در بخش خود باید گپ بزنه اون در حدی که یاد داره زوی زفتر اجازه نیست یکی از مظاهر خودنمایی تظاهر به خشوع است تظاهر به خشوع رو خود میفهمیم دور نماز بخونیم که انسان سخت از جمله خاشعین است یعنی کسایی که الذین هم فی صلاتهم خاشعون هست یک از او کسایی نمی فرد هست یعنی می مؤمنای مفلح هستن مؤمنای رستگار هستن قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اذا زیر آیه داخل هست این اما در اخیر نماز اگرش پرسان کنید ملاصد در کدام در نماز کدام سوره رو خواهد نمی فهمون ولی از ظاهرش طوری معلوم میشه که گویی از ابتدای نماز تا اخیر نماز رو اصلا با ما نبوده کاملا با پروردگار خود بوده اما یک کاملا در یک جای دیگه بوده دیگه از مظاهر ریا بزرگداشت بعضی اعمال ظاهری بزرگداشت بعضی اعمال ظاهری گاه اوقات میبینی یک انسان غیبت میگه کینه توزی میکنه حسد میکنه دشمنی میکنه دشنام میده گپای زشت میزنه تمام بدی ها را داره اما فکر میکنه که صد استغفر الله دیگه کفایت خواد کرد اما تسبیح داده است بشه تسبیح الکترونیکی دیگه تمام چیزا فکر میکنه که یک عبادت گزار با تقوای متقی مخلص صادق یک انسان خوب فقط اینمی هست او طرف خبر نداره که او طرف درون مملو از نجاست مملو از بدی این برش خیلی بزرگ معلوم میشه در حالی که اصل تقوا است که نکردن تقوا است بعض کارا رو نکنیم یک کار را الله گفته دروغ نگوییم دروغ غیبت نکنیم غیبت تهمت نگوییم تهمت انجام یک کار از نه انجام یک کار که انجام یک از انجام کار که نه انجام کار آسان‌تر هست که ما انجام نتیم یک کار را دروغ نگو ترکش که هیچ مقدمه کار نداره که تو وضو بگیری برای دروغ نگفتن وضو بگیری وضو کار نداره نگو دروغ غیبت نکو کینه نکو ولی اگر تو به عبادت پروردگار یک نفل میخونی باید وضو بگیری باید برو زحمت بکشی باید لباسات پاک باشه باید جای نماز پاک باشه بعد از اون یک دو رکعت بخونی و مقبول شوه اگر به خاطر خدا باشه اگر به خاطر خدا نباشه دیگه هم گناه داره دیگه از مظاهر خودنمایی تظاهر به غیرت دینی است تظاهر به غیرت دینی چی رو گفته میشه جای یک توهین صورت میگیره ولی اگر رهایش بکنم صد جانم فدای دین ولی میبینی که جدا نماز جماعت حاضر نمیشه والله قربانی پیامبر شو محبوب دلها رهبر دلها مغز بشریت قلب ما دل ما زندگی ما اما سنتش را مد نظر نمیگیره یعنی غیرت دینی چه قسم غیرت دینی است از ما کرده انسان مخلص متقی پیدا نمیشه اما در درس حفظ وجود نداره مثال براتون میگم درسای خود ما شما درس حفظ نیست چه رقم مخلص است یک جایی که در یک سخنرانی میشیم سراپای انسان از چشمایش اشک جاری هست از چشمایش اشک جاری هست در یک سخنرانی روز جمعه آنقدر میلرزه ای آنقدر دردش گرفته فردا در مسئولیت دینی خود وجود نداره اینم جاهایی است که ما بیش از جایگاه خود رو بر منزلت میبخشیم فردا ما جایگاه وجود نمی داشته باشه
یا گاهی اوقات یک کسی یک کار منکر را انجام میده، به طور مثال یک کسی تکبیر اولازش گذشت، آنقدر بالای از او خشمگین میشه، تکبیر اولاز تو گذشت، آنقدر پست هستی، فردا صبح خودش در جماعت صبح نیست. در حالی که نماز صبح آنقدر مهم است، ای گپ نباید می گپ میگفت تو اول باید خود در نماز صبح میبودی، بعد از برای مردم میگفت تکبیر اولا، متوجه تکبیر اولا باشه، در اوجه خشمگین میشه. حالا به طور مثال در خانه یک پسر دیگه پسر دشنام میده، یک دخترک دیگه دخترک دشنام میده، پدر از اون طرف صدر صدا میکنه، مادر از اون طرف سر صدا میکنه، 20 رقم دشنام میده نوره، اما او که نماز نمیخونه دیگه پروانه در مشکل نداره. این طرف دشنام هست، او طرف نماز هست، عبادت فرض پروردگار است. ایجی هر دوی دو پسرا و دخترا جوان هم، کدامش اولویت داره؟ ای باید اول نماز را که ادا کرد دو دشنام ترک میکنه، بازو پاک میشه، از کارهای منکر دور میشه. این نگاه خود غیرت های دینی بر مبنای این نمیباشه که خیلی غیرت دینی داره، خیلی جوش ایمان داره، خیلی ایمانش گرم هست. نه خیر، ایمانش گرم نیست، فقط یک نوع احساساتی است، میخواد به مردم بفهمه که آنقدر غیر سمت تحمل چیزا رو ندارم، تحمل چیزا رو من ندارم. کاش که تحمل بدی های خود رو نمی داشتیم. دیگهش تظاهر به غفلت از ظاهر، گاهی وقت متوجه ظاهر خود نمی باشیم، مویا جولیده، لباس ها پیوند زده، سر روی پور گرد و خاک. چرا؟ من متوجه ظاهر خود نیستم، یک انسان متقی، یک انسان ملنگ به اصطلاح ما شما که مردم میگن، انسان ملنگ، انسان درویش، به این چیزا من خیلی توجه ندارم، این خوراک مرک خوش من نمیه، از این چیزا من خیلی علاقه من نیستم. من بیشتر روی تمرکز من روی عبادت پروردگار هست. عبادت با کدام انرژی میکنی؟ خواه تو که از طرف شب نان نخورده باشی، یک گرسنه ها مسئله جداگانه هست، الله متعال اونها را رزق روزی نصیب بگردانه، یک مسئله جداگانه است. یک ما این کار را نمی کنیم چی معنا داره؟ و اما بنعمت ربک فحدث قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده لا تنس نصیبک من الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنه. چی معنا داره؟ دنیا یا ایها الذين امنوا كلوا یا ایها الرسل كلوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. چی معنا داره؟ آیات قرآن کریم او بخش اقیم الصلاه خیلی محکم است، اینجا که میگه که فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، رزق روزی بخور، باز میگه نه خیر، ایجوز خلاف قرآن عمل نشد، در حالی که در داخل قرآن آمده که شما چیزها را بخورن، استفاده بکنن از این چیزها. میگم نه، من درویش هستم، من یک انسان فقیر، یک انسان حقیر، متوجه خیلی گپا نیستم، من لباس یخندوختگی نمی پوشم که باز منافی تقوا هست، اصلا منافی تقوا نیست. البته که در داخلش فخر فروشی و خود رو مردم نمایان ساختن نباشه. کم مونده ان شاء الله گپای من. تظاهر به فرو انداختن چشم از مظاهر خود نمایی است. گاهی اوقات ما چشم را فرو می اندازم، نه از ترس خدا، در پهلوی ما یک کس استاده است، سخت ترس خدا در درون دل زی است. حالا که چشم فرو می افته، باید چشم فرو افته، گردن چرا پایین می افته؟ ما خو گاهی اوقات سر خدا پایین می کنیم، خو سر پایین نش و چشم پایین. الله متعال گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، نگفته که سرایتون پایین کنن، چشمایتون پایین کنن، چشمایتون فرو ببندن، نگفته که سرایتون پایین باشه. این سر چرا پایین میشه؟ سرشون در پشت سر ما یک کسی است که ما سر را می بینه، چشم دیده نمیشه، چشم دیده نمیشه، به او خاطر است. گاهی اوقات ای از مظاهر خودنمایی هست. و دیگه از مظاهر خودنمایی فریب خوردن یک فرد به خاطر طاعت‌های زودگذر. یک کار را انجام میده، به طور مثال در تمام هفته یک در نماز جمعه اشتراک میکنه، در تمام هفته یک در نماز جمعه، چرا که من یک نماز جمعه رو تو فکر میکنم یک نماز جمعه رو اگر من ادا بکنم، یک نماز جمعه رو ادا بکنم در تمام هفته کفایت نمیکنه. نماز جمعه جای خود را داره، نمازهای پنجگانه جای خود را داره. من میفهمم که هم به ذهن شما خیلی تشویش ایجاد شده و هم به ذهن شنونده ها و بیننده ها خیلی تشویش ایجاد شده که این اعمال خود در کل موجود داره. میخوام من خود سراسر مملو از این عمل هستم. یک حدیث ان شاء الله کفایت میکنه برای التیام دل ما شما، انما الاعمال بالنیات. دار و مدار اعمال، ثواب اعمال، ارزش اعمال به نیت ها هست. اگر نیت درست بود، برو نماز تهجد در سرک عمومی کابل قندار بخونش، برو نداره، فقط نیت درست باشه. اگر نیت درست نباشه، این فرمول فراموشتن نشه، نیت اگر درست بود، تهجد تا در پیشروی مردم در بین هزارها نفر بخون مشکل نداره. اگر نیت درست نباشه، تهجد در اتاق مخفی تنها هم ریا خواهد شد. او چه قسم که جای نماز بخونید تنها است، هیچ کسی نیست، او یک کاش کسی می بود. این عمل از این عمل کرده که در بین مردم و نماز رو میخونه، به خاطر خدا میخونه، ارزشمندتر بود.
ان شاء الله جبیره گذشته ها رو میکنه که در دل کس تشویش ایجاد نشوه. الله متعال بر اساس عمل کس کس را یعنی پاداش میده اعمالش را. ولی اگر نیت درست نبود که هر چقدر عمل بزرگ باشه در نزد خدا کوچک است. اگر نیت درست باشه به هر اندازه‌ای که عمل کوچک باشه در نزد خدا بزرگ است. از حوصله مندیتون تشکر. و یک دعایی که در موردی که ریا خیلی یک چیز خفیف هست، این دعا فراموشتان نشوه. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. صيغه های جمعش بود، میتونم که صيغه های مفردش خودمو بخونم. اگر دل مو بود که دیگر هم از این مرض خلاص شو، بازم دعا رو همیشه صيغه جمع اگر بخونم که در محاول خود را مد نظر بگیریم، فامیل خود من نظر بگیریم که خدایا ما از او چیزهای پناه میبرم به تو که خود من نمیفهمم، خود من نمیفهمم ولی او عمل ده او شرک وجود داره. شرک یعنی چی؟ یعنی ریا وجود داره. الله متعال انسان را از اعمال خلاص بسازه. و دعا همیشه در دعاهای ما باشه که اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، يا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من قول وعمل، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك، واصلح لنا شاننا كله. دعاها ان شاء الله برای ما کفایت میکنه. سخنرانی زیاد بشنوین و دعا زیاد بکنین، مطالعه زیاد بکنین، ان شاء الله خیلی مفید تمام میشه. اشتباهی لفظی، خطای گفتاری و علمی رو به بزرگواریتون عفو بکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک گپ باقی موند. اگر میخواستین در این مورد کتاب مطالعه بکنین، کتاب 20 دام ریا، 20 دام برای ریا از سلمان فهد است ان شاء الله. اینو مطالعه بکنین ان شاء الله تمام مواردی که در ذکر شد در اوج بیان شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.